برام خداوند بیاندازم مهربان. سلام تقدیم میکنم بر تک تک شما عزیزان و خوبانی که همیشه وقت بیننده برنامه رسم زندگی هستین و دنبال میکنین برنامه خودتان را، برنامه که روی موضوعاتی که در شما امروزی افغانستان بیشتر نیاز هست تا روش صحبت شد و معلومات کافی شما باید داشته باشین از جامعه خودتان، از آنچه اتفاقات و تحولاتی که میتونه در یک کشور باشه و در جهان میتونه باشه. امروز هم در کنار شما عزیزان و خوبان هستیم و خدا کنه که ما تا پایین لحظات از برنامه دنبال بکنین. از موضوعی هم که امروز انتخاب کردیم که اهمیت پول افغانی در معاملات روزمره چقدر میتونه نقش داشته باشه، حمایت و استفاده کردن از پول افغانی در داد و ستد و در آنچه مصرفیت های کم روزت داریم و خریداری که میتونین داشته باشین، نقش بزرگی رو میتونین در قسمت تجارت و در قسمت اقتصاد کشور خودتان داشته باشین. نگهداری پولی که ما و شما استفاده میکنیم، طرز نگهداری کردنش و استفاده کردنش باید چگونه باشد تایی که بتونیم به مدت زمان طولانی استفاده داشته باشیم. بسیار از دوستان هستن که پول را بدون مواظبت کردن و نگهداری کردن استفاده میکنن، در صورتی که شما باید یک بیک پولی داشته باشین یا کیف پولی داشته باشین که پول را بتونین به گونه‌ای که ارزش داره و شما میتونید که یک چیز را خریداری بکنید، امرایش استفاده بکنید. اما که چگونه هست و چرا این موضوعات میشه در افغانستان مد نظر گرفتن همیشه، حتی تاریخچه پول را شاید شما معلومات نداشته باشید. امروز میخوایم این موضوعات را با آقای فرشاد فرهنگ رحمتی داشته باشیم. این استاد دانشگاه هستن و به این موضوع امروز لطف کردن، دعوت ما را پذیرفتن و معلومات کافی و دقیقی را که شما باید بدانید را تقدیمتان میکنیم. خوش آمدید. تشکر از شما. زنده باشین. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیزی که صدا و سیمایمان را همین اکنون از دریچه تلویزیون وزین خورشید دنبال میکنند. ممنونتان، سلامت باشین. چه خوب است آقای رحمتی اشاره داشته باشین که پول چطور و چگونه به وجود آمد و داد و ستد که ما در گذشته و در قدیم داشتیم چگونه بوده و از چه طریق صورت میگرفته. بسیار تشکر از سوال خوب شما. خوب است یک قرن به عقب بریم. خب بیش از یک قرن به عقب میریم و آرام آرام پیش میریم. در زمانه های قدیم که اصلا پول اختراع نشده بود، اما داد و ستد با معاملات صورت میگرفت. مثلا مبادله کالاها بین میان همدیگر صورت میگرفت. مثلا کسانی که در او عصر و زمان نیاز به تبادله و مبادله داشتن و داد و ستد داشتن و معاملات داشتن، او مجبور بودن که بالاخره یا زارعین باشن یا چیزی را به وجود بیارن که او را مبادله بکنن، بتن و جنس دیگر به دست بیارن. به طور مثال مثلا گندم گندم را میدادن به جایش جواری میگرفتن، یا جواری را میدادن به جایش لوبیا میگرفتن. و به همین منوال به اصطلاح در گذشته ها داد و ستد صورت میگرفت که پول وجود نداشت. اما آرام 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 با گذشت زمان، چون او سیستم کلاسیک و سابقه داد و ستد یک مقدار مشکل آفرین هم بود، مثلا خود بازاریابی به یک جنس یک کار مشکل بود. یک نفر که گندم داشت براش مشکل بود که برای کس دیگر پیدا بکنه، امروش به اصطلاح اولا در مورد جنس خود بازاریابی بکنه، بعد جنس از او را ببینه و خلاصه یک مقدار مشکل آفرین بود. اما با گذشت زمان آرام آرام وقتی که جنگ داخلی اول، جنگای جهانی اول در میگیره 105 سال قبل و جنگ دوم جهانی در میگیره و آرام آرام تحولات زیادی میایه و سکه اختراع میشه، سکه های فلزی و طلایی اختراع میشه و بالاخره با گذشت زمان وقتی تجارت های خارجی، معاملات بین المللی آغاز میشه، اینجا باز همچون انسان ها موجوداتی هستن که هرگاه به بنبست مواجه میشن، یک رای حل دیگری را پیدا میکنن، پیدا بکنن برای رفع مشکلشان، به خاطر از اینکه به مشکل غلبه بکنن. خب در اون زمان وقتی که معاملات تجارتی بین المللی آغاز میشه و اینا هم مجبور میشن که به اصطلاح چون انتقال سکه های طلایی و سکه های فلزی در مجموع دو مشکلی که می داشته باشه، اولا این که حجم سکه زیاد میشه در وقت انتقال و دوما وزن یا سایزشون زیاد میشه. بعد آرام آرام یک برنامه می سازن که چیز دیگری رو بسازن که ارزشش مشابه به همین سکه ها باشه، اما مشکل آسان بسازه، آسان تر انتقال داده شه و غیره، که بالاخره پول کاغذی را اختراع میکنه. بسیار خوب آقای رحمتی، معلومات خیلی مختصر و خوبی را اشاره کردین. از با وجود آمدن پول اشاره بکنین، از پول افغانی تاریخش از کجا شروع میشه و
ما کدام تاریخ ها را سعی داشته داشتیم در با وجود آمدن پول و یک نکته را بعد اشاره داشته باشیم. دوستان میزانی که پرسشی داشته باشند در این قسمت میتونن که همین لحظه به گونه زنده و مستقیم از طریق شماره تماس برنامه 0220-220-93 همراه برنامه خودشان با تماس شوند و یا میتونن که 488-47 هم دایر بکنن و وصل میشن به برنامه خودشان و صفحه فیسبوک رسم زندگی را فراموش نکنین. بفرمایید آقای رحمتی اشاره داشته باشین بعد تاریخچه پول افغانی. تشکر از سوال خوبتان. ببینید قسمی که من قبلا اشاره کردم در افغانستان هم قبل از اینکه پول اختراع بشود مبادله صورت می گرفت. مثلا کالاها را با یکدیگش به اصطلاح تبدیل میکردن، میدادن در بدلش چیز دیگر می گرفتن که هنوز هم در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مثلا به جای معاش برای استادای خانگی یک مقدار گندم میدن یا چیز دیگر میدن برش. خب تاریخچه پول افغانی بعد از اینکه خب سکه به وجود می آید و به اصطلاح مشکل حل می سازد، آرام آرام برای اولین بار پول کاغذی در زمان حکومت امانی به وجود می آید. در حکومت امان الله خان پول کاغذی برای اولین بار به وجود می آید که روش نشته می باشد یک روپیه کابلی به زبان فارسی، یک روپیه کابلی روش نگاشته می باشد. آرام آرام بعد از یک مدت چون به اصطلاح حکومت های سابق یک مقدار تب و تلاش میگردن، کوشش میگردن که راه های بهبودی را پیدا بکنن، خب با گذشت زمان اینمی یک روپیه کابلی رنگش تغییر میکنه. یعنی در چاپ های بعدی یک مقدار رنگ زیر تغییر میدن و بعد آرام 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 حکومت به این فکر میفته که اگر همی یک روپیه کابلی را به چند زبان نشته بکنه چقدر خوب خواهد شد. خب بالاخره در کنار زبان فارسی، زبان پشتو، زبان فرانسوی و زبان ازبکی را اضافه میکنه. بسیار خوب. بعد آرام آرام حکومت شاه امان الله خان میره به روزهای اخیرشو تغییرات و تحولات میه و بالاخره حکومت بعدی که جایگزین ازی میشه حکومت امیر حبیب‌الله کلکانی میباشه. امیر حبیب‌الله کلکانی زیاد تغییرات در پول امانی نمیاره. دمی روپیه کابلی فقط مهر مخصوصی که داشت در پول حک میکنه در چاپ بعدیش و همچنان عبارت خادم دین رسول الله را هم در پول اضافه میکنه. بعد آرام آرام حکومت ها تغییر میکنه، تحولات میایه و بالاخره هر حکومتی که میایه همه قسمی که متاسفانه بیرقا تغییر میکنه و کارمند تغییر میکنه، بالاخره یا پول ها را هم تغییر میتن میرسیم به نقطه بسیار مهم. نقطه بسیار مهم میرسیم که این قسمت جمع شود. پول ها را تغییر میتونن، بالاخره حکومت طالبان میایه، حکومت مجاهدین میایه که در دوره حکومت مجاهدین مثلا بعض فرمانده های محلی هم پول به نام خودشان پول می ساختن که توسط کد نمبر و یک مقدار کمی در رنگش در پایتخت و این قسمت ها و پول ها را شناسایی میکردن و بالاخره در دوره حامد کرزی تحول بسیار خوبی که به بار آمد، پول جدید ایا به چاپ رساندن. بانک مرکزی پول جدید به چاپ رساند که یک افغانگی، دو افغانگی، پنج افغانگی، ده افغانگی، 50، 100، 500 و 1000 افغانگی را به بازار عرضه کردن و پولای سابقه را جمع کردن که در بدل هر پول 1000 افغانگی اینا تعویض کردن 1000 افغانگی را به 1 افغانی. و خوبیه که این پول داره، خوبیش براتون میگم. خوب اشاره کردین. بعد از وقفه بسیار کوتاه در ادامه صحبت‌هایتون در کنار شما هستیم و صحبت‌هایتون هم می‌شنویم. وقفه بسیار کوتاه می‌گیریم. بازم خوش آمدین دوستانی که در کنار ما هستین. امروز روی معاملاتی که از طریق پول افغانی صورت میگیره و استفاده کردن پول افغانی در جامعه امروزی افغانستان که متاسفانه جایگاه خود را پیدا نکرده با آقای رحمتی که استاد دانشگاه هستن میخوایم صحبت داشته باشیم و برمیگردیم به ادامه صحبت‌هایشان. خیلی کوتاه معلوماتی باقی مونده که از تاریخچه پول افغانی میخوایم برای ما اشاره داشته باشن. بفرمایید. تشکر از شما. خب آغاز تحول خوب از دوره شاه امان الله خان آغاز میشه که یک روپیه کابلی کاغذی دیزاین میشه و به چاپ میرسه. بعد آرام آرام گفتیم که دوره حکومت امیر حبیب‌الله کلکانی و بعد ظاهرشاه و داوود خان و بالاخره دوره های بعدی مثل کمونیستی و دوره حکومت طالبا و حکومت مجاهدین و بالاخره دوره حکومت جناب حامد کرزی. خب خوبیه که مثلا در دوره حکومت حامد کرزی در قسمت چاپ و انتشار پول صورت گرفت این بود که شعارهایی که و عباراتی که ارتباط میگرفت به یک حکومت او را از بین بردن. تصاویر و چهره هایی که در پول حک شده بود که ارتباط میگرفت به یک حکومت خاص از بین برده شد.
و خود هولوگرام و بعضی کارهای در پول صورت گرفت که امکان جلب تصویرش خیلی ها مشکل و بلکه ناممکن ساخت. و امیدوار هستم که در آینده ای پول دیگه هیچ تغییر نکنه و به همین سیستم بمانه. بیش از این در این مورد من حرف نمیزنم که وقت برنامه کوتاه است. بسیار خوب. آقای رحمتی بر ما شما برای این داشته باشین که بسیار از ولایت ها هستن که از اسعار خارجی بیشتر استفاده میکنن. چند یادداشتی ما داشتیم در اینجا از ولایت فرا، ننگرهار، هرات، خوست، کنر، پکتیا و نورستان اگر مثال داشته باشیم بیشتر اسعار خارجی رایج هستن. چگونه میتونیم یک تعویض داشته باشیم که نتونن از پول افغانی، پول که مربوط به کشور خودشان است و برمیگرده به اقتصاد و تجارتی که در خود افغانستان است استفاده داشته باشن؟ متاسفانه همون قسمی که افغانستان همیشه متاثر شده از حملات رنگارنگ کشورهای بیرونی از تهاجم فرهنگی گرفته تا مسائل دیگه، همون قسم در قسمت این مسائل ما یک مقدار متضرر هستیم. ولایتی را که شما نام گرفتیم، مثلا ولایت فرا، ولایت فرا یک زمانی تمام معاملات و داد و ستد با پول تومان ایران، کشور ایران صورت می گرفت. همچنان ولایت بعدی را که نام گرفتن، ولایت جنوب مثل ننگرهار و بعض ولایت دیگه، در این قسمت ها بیشتر کلدار پاکستانی در معاملات روزمره استفاده می شه. ببینیم پول افغانی هویت باز. ما باید زیاد کوشش بکنیم که از هویت خود ما، از پول خود ما استفاده بکنیم. به خاطر این که فعلا مثلا ارزش پول افغانی الحمدلله در برابر تومان بلندتر هست. درست است. حالا در این قسمت وقتی که یک کارگر یا یک لیبر کار میکنه، پول تومانی را که براز میتن اون بیچاره بسیار نقص میکنه، ضرر میکنه. کوشش شوه که از پول خود ما استفاده شوه و هر قدر که بیگانه پرستی بکنیم همه قدر به ضرر خود ما هست. باید بیگانه پرستی نکنیم و کوشش بکنیم که از پول افغانی که هویت خود ما استفاده بکنیم و در قسمت ترویج پول افغانی که مستقیما از مسئولیت‌های افغانستان بانک یا بانک مرکزی هست، اینا باید بیشتر کوشش بکنند. چرا در این قسمت توجه صورت نگرفته؟ نه از طرف مردم و نه از طرف حکومت ما و شما یا بانک که شما اشاره کردین، و به خاطر رایج ساختن و معلومات دهی به خاطر خود مردم، چه نقشی میتونن خود مردم داشته باشن و حکومت ما و شما میتونن داشته باشن؟ ببینیم بعضی چیزها رو ما نمیتونیم که در یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه کاملا مهار بکنیم. به یک مقدار وقت نیاز است. ببینین همیشه مطالعه‌ای که من دارم از کشور خودم این هست که در بعض موارد ما باید قانون به زور تطبیق بکنیم، به خاطر از اینکه برازا مردم قانون نمیپذیره. باید به زور سرشان تطبیق شه. مثلا اگر فرض مثال یک نفر کوشش میکنه در ترویج پول بیگانه در معاملات و داد و ستد داخلی، حبس قصیر المدت و همچنان جریمه های نقدی به اصطلاح وضع میشه بالایش. بله، روی موضوع هم اشاره داشته باشن آقای رحمتی، بسیار از افغان های ما و شما هستم در مجموع تمامی ما و شما میتونم بگم که اصلا پول را در صورتی که یک شی با ارزش میتونه باشه اما بسیار در قسمت نگهداریش بی ارزش نگاشته میشه و نگهداری میشه، اصلا نگهداری صورت نمیگیره. به خاطر نگهداری کردنشان و مجازاتی را میتونن داشته باشه، تا پخ خوردن به پول های ما و شما و یا نوشتن رویش و یا که تا نگه نداشتن درستش، چه مجازاتی رو میتونه داشته باشه؟ در این قسمت میخوایم معلومات کافی از شما داشته باشیم. اولا در قسمت تاپ زدن بر روی پیسه پول افغانی و خراب کردن پول افغانی، ذوب کردن سکه افغانی، کد جزا میگه که از 3 الی 6 ماه باید فرد حبس بشود و همچنان جریمه نقدی از 30,000 الی 60,000 افغانی برش تعلق میگیره. یک موضوع این بود، موضوع پنالتیش. و موضوع بعدی که متاسفانه ما چی را خوبتر استفاده میکنیم؟ از هیچ چیز ما خوبتر استفاده نمیکنیم. خب اگر مستقیما روی استفاده بهتر پول افغانی صحبت بکنم، اما قسمی که دلار به داخل دستمالک میپیچونن به جیب خود میگذارن که قد نشه خط خط نشه که ارزش چند افغانی پایین نبیه، بیاین که لطفاً اما قسم پول افغانی خود ما را هم که هویت ما هست خوب نگاهش بکنیم، به داخل بکسک جیبی نگاهش بکنیم. مثلا خدمه هایی که به داخل بس کار میکنن که جمع آوری میکنن پولا، شما عزیزا یک دانه بکس همراهتان داشته باشین که
زمانی که پول میگیرن از مسافرین به داخل امو باکس بگذارین و از داخل از امو باکس بدون قات کردن بره. بدون از اینکه قات شوه، خراب شوه، تخریب شوه، با دست چرب، زمانی که دستانتان چرب است، تل فروشان عزیز، کسانی که روغنیات میفروشین، الافان عزیز، لطفا زمانی که دستانتان چرب هست و یا آلوده هست با پول دست نزنیم، به خاطر از اینکه تابکه ما مثلا حکومت یا بانک مرکزی تابکه پولا را با سلا به خاطر از اینکه تخریبش کردین، خرابش کردین، پارهش کردین، کنش کردین، دروش نوشته کردین، مثلا یادداشت‌های شخصی را تاپ زدین، تابکه پولا را جمع بکنه و براتون پول نو بسازه. لطفا در قسمت حفظ و نگهداشت پول که همان استفاده از بکسک جیبی هست و استفاده از بکس‌های مخصوص به داخل سرویس ها و بس ها هست و دست نزدن به پول با دستای آلوده هست، لطفا به همیشه و از پولتان که هویت ملیتان است حفاظت بکنین. بسیار خب، پیامان هم دوستان ارسال کردن و دوستان این که همیشه وقت با برنامه خودشان همکار هستن، سونیا جان پیام ارسال کردن و گفتن که اگر شما اشاره داشته باشین برای اینکه آقای رحمتی استفاده کردن از پول افغانی و نگهداری درست پول افغانی چقدر میتونه در قسمت اقتصاد افغانستان همچنان نقش خود را داشته باشه. بسیار سوال خوب است. ببینین، ضایع شدن پول، حریق کردن پول و چاپ مجدد پول، همین خودش هزینه میخواد یا نمیخواد؟ بله، هزینه میخواد. پس زمانی که ما بانک مرکزی بیچاره را مجبور میکنیم که پولایی را که ما کنه کردیم، پاره پاره کردیم، خراب ساختیم، او را جمع بکنه، از بین ببره و پول نو بسازه، این خودش یک ضربه اقتصادی است. خودش یک ضربه اقتصادی است. یک مقدار هزینه را مجبور است بانک مرکزی بپردازه. پس این همین خودش یک ضربه اقتصادی است برای ما. بله، خب شمشا جان پیام ارسال کردن، گفتن آقای رحمتی که در هرات بسیار از دوستان هستن که از پول افغانی استفاده نمی کنن و در داد و ستاد به خصوص بزرگشان، تجارتشان از پولهای و یا از اسعار خارجی استفاده می کنن. دیگه میگه این گناه ما نیستی، رواجی است که در حال ولایت ما شده و این مقصر در این قسمت ما نیستیم. چندین بار شده که شکایت هم کردیم، گروه رو تشکیل دادیم به خاطر تعویض ساختن پول افغانی در معاملاتمان، اما متاسفانه که هنوز هم جای خود را پیدا نکرده. شما چه پیشنهادی میکنین اگر ما بخوایم که شکایتی داشته باشیم از این ناحیه، باید با کی مراجعه بکنیم؟ یک راهنمایی از شما خواستم. بانک مرکزی یا ده افغانستان بانک مسئولیت نظارت خودشان دارن و ما تقاضای می است که جدیتر یک مقدار این موضوع را بانک مرکزی نظارت بکنه و اخطاریه صادر بکنه به کسانی که پول کشورها یا ارز کشورهای بیرونی را در ولایت هرات که شما گفتین یا ولایت دیگر دست به ترویجش میزنن و مطمئن باشین که کد جزا کسانی را که دست به ترویج پول کشورهای دیگر در ولایت هرات و یا در ولایت دیگر میزنن، مطمئن باشین که اگر شما به چنگال قانون افتیدین از 3 الی 6 ماه بندی میشین و یا شاید بیشتر از او و جریمه نقدی هم در سرش اضافه میشه. بسه خب، آقای رحمتی است همین الان پیام ارسال کردن، سلام بر شما فرستادم و تمامی کسایی که همین لحظه بیننده هستن. گفتن چرا کم کم پولهای فلزی از بین میره و پولهای کاغذی جایشان میگیره که همین میتونه که دوام کمتر داشته باشه، در صورتی که پولهای فلزی دوام بیشتری دارن و ما میتونیم در طولانی مدت استفاده داشته باشیم، علت بر چی هست؟ بسیار سوال خوب پرسان کردن دوست ما. علیکم سلام. متاسفانه که دمی اواخر بعضی ها شایعاتی را پخش میکنن که گویا سکه های یک افغانیگی نیفان پنج افغانیگی یا نمیچله. چند روز پیش ما شاهد بودیم که یک دکاندار گفته بود که من نمیگیرم، نمیچله. خب بازم میگم که نظارت شوه و یک چند نفر باید با پشت میله های زندان بروه، به خاطر از اینکه در این مسائل کلان باید دخالت نشه. یعنی نظریه پردازی ها نشه و در قسمت از اینکه گفتن که آرام آرام داره از بین میره، اما تو یک چیز شنیدم نه، آرام آرام داره از بین میره. ببینین، ما همیشه در داد و ستد ضرورت به یک افغانیگی داریم، به دو افغانیگی داریم، به پنج افغانیگی داریم. نمیشه که همیشه ده افغانیگی رو به خاطر معاملات خود بدیم. مثلا بعضی چیزهای خرد و کوچک ما خریداری میکنیم که مجبور هستیم یک افغانی، دو افغانی، پنج افغانی خود فعلا او کاغذیش میچاله و فلزیش استفاده نمیشه، بیشتر چالش نداره در بازار. ما امیدوار هستیم که بازم تکرار میکنم، اینمی هویت ملی ما هست، از این استفاده بکنیم، کوشش بکنیم که مثلا آرام آرام سکه های خود از بین نبریم، به خاطر از اینکه در تمام کشورها سکه رواج داره و همیشه در داد و ستد ما ضرورت داریم که از سکه، از پول های کوچک استفاده بکنیم. و من نمیفهمم که چرا یک مقدار کم رنگ شده استفاده از این. شاید به دلیل از این باشه که وزن داره، یک مقدار همون خریطه جیب دوستا را به طرف پایین کش بکنه، فشار بده، شاید دلیلش همی باشه.
اما ما خواهش میکنیم که لطفا سکه های افغانی را، سکه های مقبول افغانی را که به اصطلاح زمانی که در بکسک جیبی ما شما باشه یک زیبایی خاصه با اون بکسک جیبی میته، لطفا میره در ترویجش کوشا باشیم و از بین نبرین و نگوین که ما سکه را دیگه نمیگیریم، سکه قابل چلش نیست، نمیچله. اگر گفتین و مطمئن باشین که یک روزی به چنگال قانون میافتین و ان شاء الله که به جزای اعمال تا میرسین. بسیار خب، خیر رحمتی در اخیر میخوایم پیام شما رو داشته باشیم که برای دوستا و کسانی که باز هم نگهداری درست از پول ندارن و یا اینکه در ترویج پول افغانی تلاش نمیکنن در معاملاتشان و در داد و ستدشان چی هست؟ سه پیام بسیار کوتاه میگم. پیام اول، خوش، شاد، مثبت زندگی بکنین و همدیگرتون رو بپذیرین. پیام دوم، موسم بسیار خوب است به خاطر نهالشانی. لطفاً ببینین همو قسمی که رقابت میکنیم که در زیر سایه درخت موتور ما را پارک بکنیم، بیاین که رقابت بکنیم در قسمت غرس یک اگرسه نهال. همین وقتش است. و پیام سوم که ارتباط میگیره به برنامه ما مستقیماً، لطفاً در حفظ و نگهداری پول افغانی که هویت ماست کوشا باشین. دست آلوده، دست چرب با پول دست نزنن. لطفاً بی انصاف نباشین. بی‌رحم نباشین در برابر استفاده از پول. تاپ نزنین با پول، یا داشتای شخصی را در پول نوشته نکنین، پولش پول چیره پاره نکنین. پول به داخل یک بکس جیبی منظم بگذارین و پول دوست داشته باشین. اگر هویت ملیتون را دوست دارین، پول افغانی دوست داشته باشین. ممنونتان و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ممنون از تمامی شما دوستان عزیزی که بیننده بودین تا این لحظه برنامه رسم زندگی را. خدا کنه که بعد از این در نگهداری پول افغانی تلاش بکنین و از پولی که استفاده میکنین به خصوص در دستتان چمبلوک نسازین، در دستتان نگیرین، یک بکسک جیبی بسیار خرد داشته باشین، همراهتان میتونین نگهداری درست داشته باشین و همچنان ضرر نرسانین به اقتصاد کشور خود تان، استفاده بکنین در معاملات پولیتان، بخصوص در داد و ستد و معاملات و تجارتی که شما بزرگتر و وسیع‌تر هست تجارتتان، میتونید که در این قسمت نقش خودتان را داشته باشین. همگی ما شما از افغانستان هستیم و میخوایم بیشتر در قسمت افغانستان پیشرفت و توجه را داشته باشیم، اما خوب است که خودمان یک اقدام داشته باشیم. شاید اقدام بسیار کوچکی باشه اما میتونه تاثیر خیلی بزرگ در افغانستان داشته باشه. حتی یک چیز ناچیز هم که میخوایم با قیمت کم خریداری بکنین، از پول افغانیتان استفاده بکنین. در بانک هایی که شما میبینیم بیشتر اسعار خارجی نقش بزرگتر و بیشتری را داره، اما باز هم این پیام ما هست و برنامه ما هست و معلوماتی است که ما مسئولیت خودمون میدانیم و باید بر شما ایزان داشته باشیم. در این قسمت 100% توجهتون را داشته باشین و از پول افغانی استفاده بکنین. شما را تا برنامه دیگر و رسم زندگی دیگر به خداوند یکتا بیاندازه مهربان میسپارم و خدا نگهدارتان.